شدت صوت. ببین بچه ها، ما تو قسمت قبل کار کرده بودیم که امواج صوتی در هوا به صورت جبهه موج‌های کروی منتشر میشن. همه ما این تجربه رو داریم که وقتی از یک منبع صوت فاصله میگیریم، مثلا از اون دور میشیم، صدا رو آروم‌تر میشنویم. روزی چرا این اتفاق میفته؟ عامل اصلی که باعث میشه ما صدا رو در فاصله دورتر آروم‌تر دریافت کنیم چی هست؟ ممکنه بعضی از شما بگید در محیط به خاطر جذب انرژی کاهش پیدا میکنه. خب این جمله شما معناش این میتونه باشه که اگر ما به هر دلیلی اتلاف انرژی نداشته باشیم، صدا رو در فاصله 1 متری همون مقداری باید دریافت کنیم که در فاصله 100 متری دریافت میکنیم، اگر فرض بر این باشه که جذب انرژی باعث کاهش صوت میشه. ولی به نظر من این اتفاق نمیافته. یعنی حتی اگر شما اتلاف انرژی هم نداشته باشه که تو مسئله این فصل ما فرض رو بر این گذاشتیم که اتلاف انرژی نداریم، باز هم وقتی از منبع صوت فاصله میگیریم صدا آرومتر به نظر میرسه، آرومتر شنیده میشه. چرا اینطوری هست؟ علت رو میخوایم بررسی کنیم. ببینید بچه ها، اگر شما مرکز این دایره یا کره رو به عنوان منبع صوت در نظر بگیرید، جبهه موجهای صوت شما به صورت کروی در فضا دارن منتشر میشن. خب من یک المان از روی سطح این کره انتخاب میکنم، از منبع شما امواج صوتی به صورت انرژی میاد تا از این سطح خارج میشه. البته در همه جهات داره منتشر میشه، من یه جهتشو انتخاب کردم. حالا اگر شما از منبع صوت فاصله بگیرید، بیایید جلوتر، مقدار انرژی ای که داره از این سطح عبور میکنه رو میخوام با سطح جلویش مقایسه کنم. حالا بچه ها، هرچی جلوتر بیایم این المان ما بزرگتر خواهد شد و انرژی که ازش عبور میکنه میشه ایدو. اگر ای1 و ای2 رو بخوام با هم مقایسه کنم، با هم دیگه برابر هستن. شما یه دوش رو در نظر بگیرید، آب از یک لوله باریک وارد میشه، بعد میاد پخش میشه، ولی مقدار آب تغییر نمیکنه. مقدار انرژی که از سطح شماره 1 عبور میکنه با مقدار انرژی که از سطح شماره 2 عبور میکنه هیچ فرقی با هم ندارن، ولی تفاوتشون در اینه که در سطح شماره 2 چون فضا بزرگتر شده، سطح بزرگتر شده، این انرژی تو سطح پخش شده، در نتیجه چگالی انرژی کاهش پیدا میکنه. یعنی منی که به عنوان شنونده در جبهه موج دوم قرار گرفتم، سهم لاله گوش من از اون انرژی کمتر خواهد شد. چرا؟ چون انرژی تو فضا پخش شد. به همین دلیل ما صدا رو آروم‌تر میشنویم. برای بیان این موضوع ما میگم یک کمیتی رو تعریف میکنیم به نام شدت صوت. شدت صوت مقدار انرژی است که در واحد زمان از واحد سطح عمود بر راستای انتشار صوت عبور میکنه و هر چقدر به سمت جلو میریم، چون این سطح بزرگتر میشه، در نتیجه شدت صوت کاهش پیدا خواهد کرد و ما صدا رو آرومتر میشنویم. بله کاملا درسته، هر جا شدت صوت کم بشه صدا آرومتر خواهد شد. لذا به عنوان تعریف شدت صوت رو به این صورت تعریف میکنیم: مقدار انرژی که در واحد زمان از واحد سطح عمود بر راستای انتشار صوت عبور میکند را شدت صوت میگوییم. به عنوان نمونه اگر شدت صوت رو با آی نشون بدیم، طبق تعریف میشه مقدار انرژی که در واحد زمان از واحد سطح عبور کرده. خب میخوام براش واحد تعریف کنم. بگید ببینم واحد انرژی چیه؟ ژول. واحد زمان چیه؟ ثانیه. واحد سطح چیه؟ متر مربع. پس واحد این میشه ژول بر ثانیه متر مربع. اما ما میدونیم که انرژی در واحد زمان یعنی توان. پس میتونم تو این رابطه به جای ایتیوم پی قرار بدم و یه رابطه جدید برای خودم درست کنم، بگم شدت صوت مساوی است با پی بر روی آ، که البته پی واحدش توان یعنی وات هست، تقسیم بر متر مربع. پس من میتونم فرمول دوم رو هم داشته باشم، آی مساوی است با پی بر روی آ که واحدش میشه وات بر متر مربع. این میشه تعریف شدت صوت. به عنوان نمونه به یه مثال توجه کنید. به سطح یک میکروفون که مساحت آن 3 سانتی متر مربع است، در مدت 5 ثانیه 1.5 ضرب در 10 به توان منفی 11 ژول انرژی صوتی میرسد. شدت صوت در سطح میکروفون چند واحد است؟ گزینه 1 ضرب به توان منفی 5، گزینه 2 ضرب به توان منفی 8، گزینه 3 7.5 ضرب در 10 به توان منفی 8 و گزینه 4 7.5 ضرب در 10 به توان منفی 5. خب ببینید بچه‌ها، سطح گیرنده میکروفون جایی هست که انرژی صوتی رو دریافت میکنه. خود سوال داره میگه در مدت 5 ثانیه 1.5 ضرب در 10 تا منفی 11 ژول انرژی رسیده. خب من برای حلش میام مینویسم، میگم شدت صوت برابر است با مقدار انرژی در واحد زمان از واحد سطح، میشه 1.5 ضرب در 10 تا منفی 11 مقدار انرژی،
تی 5 ثانیه هست، ضرب در مساحت رو هم 3 سانتی متر مربع به متر مربع بخواد تبدیل بشه، میشه 3 ضرب در 10 به توان منفی 4 متر مربع. 3 5 تا 15 تا اگر با هم دیگه ساده شون کنیم، حاصل برابر میشه با 10 به توان منفی 8 که گزینه درست گزینه شماره 2 خواهد شد. سوال بسیار بسیار ساده از متن کتاب درسیتون. شدت صوت با فاصله از منبع چه رابطه‌ای دارد؟ خب ببینید بچه ها، منظور سوال چیه؟ من هر چقدر از منبع فاصله میگرفتم صدا رو آرومتر میشنیدم. آره، پس میتونیم بگیم که شدت صوت کاهش پیدا کرده. حالا داره از ما میپرسه این فاصله روی این شدت چه تأثیری میذاره؟ من میام میگم در مسئله ها جبه موج ها جایی هستن که در واقع صوت به ما میرسن، به صورت دایره کروی در فضا منتشر میشن. من به عنوان ناظر روی یکی از این جبه موج ها وایستادم، فاصله من تا منبع میشه همون D1 که از نظر اندازه با شعاع اون کره‌ای که جبه موج مورد نظر باشه با هم برابر هستن. حالا اگر جبه موج بعدی رو در نظر بگیرم و ناظر بیاد در این نقطه قرار بگیره، خب طبیعتاً فاصلش یعنی شعاع همون کره افزایش پیدا میکنه، میشه D2. حالا از من سوال میکنه که شدت صوت در حالت دوم با حالت اول چقدر هست. پس من حالت اول رو مینویسم، حالت دوم رو مینویسم، اینها رو با هم تقسیم میکنم. اگر آی برابر با پی بر روی آ باشه، پس آی2 به آی1 برابر میشه با پی بر روی آ2 تقسیم بر پی بر روی آی1. پی ها با هم ساده میشن چون منبع صوت ما عوض نشده و پی هم توان منبع رو داره تعریف میکنه، پس منبع ما یکیه. حالا اگه دور در دور نزدیک در نزدیک کنیم، یک کسر به ما میده، آی2 با آی1 مساوی با آی1 به آ2. آ چیه؟ مساحت اون جبهه موج ها. جبهه موج ها چه شکلی هن؟ به صورت کروی. مساحتش از چه رابطه به دست میاد؟ 4πr2. حالا من میتونم 4πr با هم ساده کنم و بنویسم آی2 با آی1 مساوی با آر1 به آر2 به توان 2. از اونجایی که ما بیشتر تو مسئله ها با دی سر و کار داریم، میایم مینویسیم آی2 با آی1 مساوی با D1 به D2 به توان 2. پس نتیجه چی میشه؟ شدت صوت با مجذور فاصله از منبع رابطه عکس داره، یعنی اگر فاصله رو 2 برابر کنیم شدت 1/4 میشه، اگه 3 برابر کنیم چند میشه؟ 1/9 خواهد شد و الی آخر. پس به عنوان نکته به خاطر میسپاریم شدت صوت با مجذور فاصله از منبع رابطه عکس دارد، یعنی آی2 با آی1 مساوی با D1 به D2 به توان 2. اما به عنوان یادآوری بچه‌ها دقت کنید، ما تو بخش انرژی های مکانیکی انرژی حاصل از یک موج مکانیکی رو به دست آورده بودیم و میدونیم که صوت هم یه موج مکانیکی هست، یعنی ای مساویست با 2mp به توان 2f2 a به توان 2. خب حالا من بگید ببینم الان تو این رابطه هر کدوم چه معنایی داره؟ ای انرژی مکانیکی هست، f چیه؟ بسامد موج هست، a چیه؟ دامنه موج هست. آیا برای صوت نمیتونم از همین استفاده کنم؟ چرا؟ چون ما قانون داشتیم، اگرچه امواج از نظر تولید، انتشار و طریقه آشکارسازیشون با هم فرق دارن، ولی قوانین حاکم بر اونها فرقی با هم دیگه نداره. یعنی همونطور که الان من میتونم بنویسم شدت صوت برابر است با ای بر روی تی آ، یعنی شدت صوت با ای رابطه مستقیم داره، انرژی مکانیکی هم با مجذور بسامد و مجذور دامنه رابطه مستقیم داره. پس به طریق اولا میتونیم بگیم شدت صوت با مجذور بسامد و مجذور دامنه رابطه مستقیم پیدا خواهد کرد. یکی هم قبلا به دست آوردین با مجذور فاصله. پس به عنوان یک نتیجه، شدت صوت با مجذور بسامد و مجذور دامنه رابطه مستقیم و با مجذور فاصله رابطه عکس خواهد داشت. لذا میتونیم به عنوان نتیجه به خاطر بسپاریم شدت صوت با مجذور بسامد و دامنه صوت رابطه مستقیم و با مجذور فاصله از منبع رابطه عکس دارد. یعنی این کس رو میتونیم به این صورت یاد بگیریم: آی2 با آی1 مساوی است با D1 به D2 به توان 2، F2 به F1 به توان 2، ضرب در A2 به A1 به توان 2. بچه یادتون باشه اگر در مسئله هر کدوم از این پارامترها تغییر نمی کردن، یعنی بسامد تغییر نمی کرد، دامنه تغییر نمی کرد، اونها رو دیگه خط می زنیم، دیگه ازشون استفاده نمی کنیم. ضمناً یادتون باشه از این رابطه زمانی میتونید استفاده کنید که دو تا منبع مختلف رو دارید با هم دیگه مقایسه کنید. در مورد یک منبع همیشه دامنه و فرکانس ثابته، فقط فاصله تغییر میکنه. اما در مورد دو تا منبع صوتی مجزا ممکنه هر سه پارامتر تغییر کنن، مثل این سوالی که الان میخوام براتون حل کنم. فاصله شنوندگی از منبع صوت دو برابر شده، اگر دامنه ارتعاش در منبع نیز دو برابر شود، شدت صوت برای شنونده چند برابر خواهد شد؟ خب ببینید بچه ها، ظاهرا یه دونه منبع است، ولی نه، ما منبع رو تغییر دادیم. چرا؟ چون دامنه منبع رو عوض کردیم.
اما فرکانس رو صحبتی نکرده، پس لابد فرکانس تغییر نکرده، پس ما با همون فرکانس قبلی دامنه رو افزایش دادیم، فاصله منبع رو هم دو برابر کردیم. حالا میخوایم ببینیم که شدت صوت چند برابر میشه. من رابطه رو مینویسم، آی دو به آی یک مساویست با دی یک به دی دو به توان دو، ضرب در اف دو به اف یک به توان دو، ضرب در آ دو به آی یک به توان دو. اف ها با هم ساده میشن. چرا؟ چون راجب بسامت صحبتی نکرد. اما راجب دی دو، دی دو دو تا دی یکه، آ دو مونم دو تا آی یک هست. پس اگر من دی آر با هم خط بزنم، آرم با هم دیگه خط بزنم، اتفاقی که میفته دو به توان دو میشه چهار، یک دوم به توان دو میشه یک چهارم. پس یک چهارم با چهار ساده بشه، جواب آخر آی دو با آی یک یک میشه و گزینه درست گزینه دو به دست میاد. پس یادتون باشه اگر در تستی دامنه یا بسامد یا فاصله رو تغییر دادن، از این رابطه استفاده میکنیم. هر کدوم هم که تغییر نمیکرد، مثل همین سوال، یا اصلا از اول نمینویسیم، یا اگر هم نوشتیم با هم سادهشون میکنیم.